این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از تنگه هرمزی که همینطوری بین باز و بسته شدن سرگردون مونده، چون یه روز عثمان مانور نظامی را میندازه و عربده میکشه که آی تنگه رو میبندیم، اما تا سنبه پرزور میشه جا میزنه و وزیر دفاعش میگه نگفتیم تنگه هرمز رو میبندیم. یه چیزی تو مایه های این پیرمرد هندی که میخواد ریل قطار رو ببنده. شرایطی که خود عظما جرأت بستن تنگه هرمز رو نداره، بسیجی کرواتیش یعنی تریتا پارسی اومد تو صحنه تا با ترسوندن دنیا از رو در روی با لولو خورخورهی به نام سیدعلی سیاست موشموش کردن ولی فقیر رو ترویج کنه. And I think just listening to what General Dempsey said this past weekend, the Iranians can close the strait, but the United States can also reopen it. But all that needs to happen is for that type of confrontation to take place, and you are going to see oil prices skyrocket, at least for a while. And it's going to create a tremendous amount of insecurity and instability in the energy markets. And that is sufficient to be able to create a major difficulties both for a recovering American economy but also for the Europeans that are already facing a financial crisis. And that's, I think, sufficient to create a realization both on the US and the European side that however difficult diplomacy is, and it has been difficult, but not as mere as difficult as at times is being described, it is better than the alternative of actually essentially walking towards a military confrontation. البته دست و پا زدن این مزدورای پیشونیستی ها برای سرپا کردن ماشین چپ شده عظما راه به جایی نخواهد بود، چون تو سرپایینی افتاده و دیگه درست بشون نیست. عاملی که تو سال 2012 فشار رو روی عظما بیشتر کرده انتخابات آمریکاست، که در اون همه کاندیداها برای جلب حمایت بیشتر مردم باید در زدن بیشتر به نظام سیدعلی با هم رقابت کنند. حسن قش با یه تحلیل قشی از این وضعیت میخواد دل عظما رو خوش کنه. ببینید آقای اوباما در آستانه انتخابات دیگه، هر شب میبینه که حالا دو دموکرات ها که کاندیداشون آقای اوباما هست، جمهوری خواه الان دارن ارسون که ایالت به ایالت دارن میان همشه. محور مناظره ها همواره یعنی باش ایران، مناظره شون در سیاست خارجی ایرانه. خب همیشه هم بوده، همیشه هم ایران از زمان کارتر و اینا همیشه بحث ایران تعیین کننده بوده. الان اونا میان خب میگن تارگتشون، یکی میگه من اگر رئیس جمهور بشم ایرانو بمباران میکنم اصلا. یکی میگه این ملت آمریکا، ببینید این اوباما شل اومد ایران داره هسته‌ای میشه، من به محض اینکه رئیس جمهور بشم دارم قول میدم نمیذارم ایران هسته‌ای بشم. حالا دیگه مثلا متوجه هم نیست که ما سلاح که نداریم، ولی اگه صلح آمیزه که ما شدیم، که من نمیدونم واقعا این آقای که میگه مثلا من جلوگیری میکنم چه چیز هسته‌ای ایران میخواد جلوگیری بکنه. بمب اتم که ما هم هیچ موقع نگفتیم ما دنبال بمب اتمیم. خب آقای اوباما یکی الان نباید کم بیاره دیگه، این نباید کسری بیاره در مقابل، لذا میاد نمادین تو تعطیلات ژانویه میاد اونجا یه مراسم میذاره دوربین اونجا امضا بکنه که ای ملت آمریکا ببین من کم نیاوردم در مقابل جمهوری خواه. به بیان دیگر این قسمتی از پازل تبلیغاتی حتما همینطوره. بله حتما همینطوریه، همش یه پازل تبلیغاتیه. تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی هم اگه شد تبلیغاتیه، ریال هم که سقوط کرد تبلیغات بود، گرونی هم تبلیغاته. خب بهتر بود یه باره این نمونه از جنگ تبلیغاتی رو پخش میکردن که دیگه حسن قش اینقدر فک نزنه. دوای دوای
اما مدعی اصلی بی اثر بودن تحریما انتر نظامه که با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره. این پولامون همش تو بانکای خارجی بود. بخش مهمیش آوردیم داخل، گفتیم آقا چه سرمایه‌گذاری بشه. خودتون جنس بخرید بیارید. پولمون رو گذاشتن تو بانک اروپایی، مثلا 4 میلیارد دلار توی بانکه. 200 میلیون دلار ازش قرض میخوان نمیده. تازه تحریم هم میکنه، قفل میکنه. شما که نمیتونستید چجوری تارت بگیرید، ملت ایران تمدن داشت، حالا شما میخواید به ما جنس بفروشید نفروشید. یه آخوند از جناح ولی فقیه که این حرفای آ محمودو شنید، این حرفا رو در وصف احمدی نژاد لای صحبتاش سرون. بگن دل چه کسانی فرودگاه نزول شیطان میشه؟ کسانی که آنچه را که میشنوند بیان سریع به زبان میارن. آها.